در دومین روز نشست‌های چند جانبه درباره صلح افغانستان در دوحه، عبدالله در نشست تریویکای توسعه یافته از سپردن طرح زیرنام بیرون رفت از بحران افغانستان از طریق کشور قطر به طالبان خبر می‌دهد. منابع در دوحه می‌گویند که حکومت مشارکتی نیز بخشی از این طرح را می‌سازد. د افغانستان اسلامی جمهوریت خپل طرح چې د افغانستان د سولې د تامین او د رواني کشالې د حل لپاره یو جامع طرح د کوربه هیواد ته سپارلې ده. نمایندگان کشورهای روسیه، آمریکا، چین، پاکستان در این نشست خواستار راه حل مسالمت‌آمیز برای پایان دادن به خشونت‌ها در افغانستان شدند. پاکستان هم از تلاش‌ها در دوحه برای صلح افغانستان سخن می‌زند. هیئت ما همین حالا که با شما گفتگو می‌کنم در دوحه است. ما با تمامی جوانب که برای صلح و ثبات افغانستان تلاش می‌کنند در ارتباط هستیم. در صلح و ثبات افغانستان منفعت آشکار ماست. اما آلمان هشدار می‌دهد که اگر طالبان از راه گفتگوهای صلح‌آمیز به تقسیم قدرت آماده نشوند، با انزوای سیاسی و اقتصادی روبرو خواهند شد. ما سالانه 430 میلیون یورو، 505 میلیون دلار به افغانستان کمک می‌کنیم. اگر طالبان کشور را در دست بگیرند و قوانین شریعت را معرفی کنند، یک سنت دیگر نمی‌دهیم. هنوز نتیجه روشنی از مذاکرات دوحه بیرون نشده. مذاکراتی که از سوی عبدالله به پیش برده می شود. اما آنچه که تا اکنون از آدرس آقای عبدالله بیرون شده، ظاهراً گفتگوها وفق مراد کابل به پیش نمی رود. سفیر خلیلزاد وقت که دیروز در مذاکرات سیاسی حضور داشت اعلام کرد که جامعه بین المللی از نزدیک نحوه رفتار طالبان را زیر نظر خواهد داشت. آنها باید در مسیر انتخاب گام بردارند. طالبان تا هنوز درباره دریافت طرح حکومت افغانستان چیزی نگفتند. اما به نظر می رسد که با توجه به پیشروی این گروه در میدانهای جنگ افغانستان، این گروه به سادگی به تقسیم قدرت تن نخواهد داد.